با سلام به شما دوستای خوب، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت هستید. امروز با یک پیغام کوتاه دیگه اومدم و امیدوارم که این ویدیو باعث برکت شما عزیزان باشه. امروز از متی 11، جایی که در واقع داستان متی 11 داره به ما هم آیه های اولش این رو میگه که عیسی شاگردان رو میفرسته واسه خدمت و خودش به جای دیگه میره و شاگردان یحیای تعمید دهنده میان پیش عیسی، چون در واقع یحیای اینا رو میفرسته که از عیسی یه سوالی بکنن که آیا تو همان مسیح موعود هستی یا نه. حالا چند تا نکته هست توی این داستانی که اینجا میبینیم و توضیحی که عیسی میده. یکی این که اینجا یحیی تو زندانه. یحیی قبلا عیسی رو دیده، در واقع اصلا اینا فامیل هستن با هم دیگه و یحیی عیسی رو دیده، عیسی رو تعمید داده، صدای خدا رو از آسمان شنیده که در واقع شهادت داده که این فرزندشه. پس یک ملاقاتی بود، یک مکاشفه‌ای بود و یک درک و فهمی از این که عیسی مسیح اون عیسی مسیح موعوده. و ولی مشکلات و سختی ها میاد و یحیی زندانی میشه و اینجا تو زندان بودن یحیی میتونه چند تا چیز رو برای زندگی امروز ما در مثال داشته باشه. وقتی ما تو زندان هستیم مسلما به فکر آزادی هستیم، میخوایم آزاد باشیم، هیچ کسی دوست نداره تو زندان باشه و همونجا زندانی بمونه. اما وقتی تو زندان هستی فقط به فکر خودتی، یعنی همه چیز به دور و بر خودت میگرده و به تمام و چیزهایی که میبینی بسته بودن و سختی ها و مشکلات و دیوار و سلول های زندان هستش، اینکه چیز دیگه ای نمیبینی. و بعضی وقت ما خودمون رو در یک موقعیت میبینیم که فکر میکنیم زندانی هستیم، به خاطر اینکه تمام تمرکز ما، همه فکر ما، همه باور ما اون سختی و نگاه ما بر روی اون مشکلات و سختی هاست و در نتیجه خودمون رو توی یک زندانی میبینیم. و بعد از اینکه این شاگردان یحیی میان به عیسی میگن که یحیی ما رو فرستاده و این سوال رو پرسیده، جواب عیسی به این شاگردان بوده، میگه برید و بهش اون چیزی رو که میبینید رو بهش بگید، برید به یحیی این مژده رو بدید، این خبر رو بهش بدید که کور دوباره میبینه، لنگان خرامان شدن، جزامی ها شفا پیدا کردند، کرها شنوا شدن و مرده ها زنده شدن. و داره بهشون میگه که این کارهای عظیم خدا رو برید بهش بگید و به یحیی بگید که برکت آسمان بر روی کسی هست که ایمان خودش رو از دست، در واقع به من از دست نده. حالا اینجا یحیی تو یک موقعیت سخت گیر افتاده و شاید منتظر یک جواب دیگه ایه، ولی عیسی میگه برید این چیزی که میبینید رو بهش بگید، این معجزات، این شفاها، این که مردم دارن آزاد میشن، اینا رو برید بهش بگید. و این برای ما امروز چه معنی میده که ما یک موقعی تو زندگیمون عیسی مسیح رو چشیدیم، یک موقعی تو زندگیمون باش ملاقات داشتیم، لمسش کردیم، یک چیزی شده، یک اتفاقی افتاده که ما قلبمون رو بهش سپردیم و در واقع به دنبال او میریم. و اینکه ولی سختی ها و مشکلات تو زندگی هست، میاد و در واقع بعضی اوقات ما چشممون رو، امیدمون رو، ایمانمون رو بیشتر روی اون چیزهایی که در واقع سختی و مشکلات هست میذاریم تا بر روی کارهایی که قبلا شاید عیسی در زندگی ما انجام داده، معجزاتی که قبلا دیدیم، آرامشی که قبلا داشتیم، شفاهایی که قبلا دیدیم و کارهایی که امروز در واقع خدا داره تو زندگی‌های دیگران انجام میده. حالا حتما نباید در زندگی ما کرده باشه قبلا، امروز خدا زنده است و داره افرادی رو شفا میده، داره افرادی رو بینا میکنه، افرادی رو داره تازه میکنه و زندگی‌ها رو داره تبدیل میکنه. پس این نشان دهنده اینه که خدا امروز زنده است و در کاره. پس ما باید چشممون رو از روی اون جایی که برای خودمون، از اون زندانی که برای خودمون ساختیم، از اون که چشممون رو بر از اون روی سختی ها و مشکلات و درد ها برداریم و چشممون رو بذاریم بر روی اون کاری که خدا
داره انجام میده، میتونه انجام بده و میتونه برای ما هم انجام بده. پس امروز و یه خورده که پایین تر بیاریم، عیسی یک جمله خیلی معروف رو میگه که خیلی بارها روش موعظه شده که بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران که من به شما آرامی میدم، من به شما آسایش میدم، و میگه بیایید یوغ من رو بگیرید که یوغ من خیلی سبکتره، آسانتره و راحتتره. حالا اینجا داره عیسی با کیا صحبت میکنه؟ با یک سری از در واقع یهودی ها، کسایی که یک یوغی بر روشون هست. و این یوغ چیه؟ چرا عیسی میگه بیاید یوغ منو بر روی خودتون بگیرید؟ چرا که آسان‌تره و راحت‌تره. یوغی که اونا بر روشون بود یوغ شریعت بود، یوغ بکن نکن بود، یوغ چیزهایی بود، بار سنگینی اعمال مذهبی بود. و اینجا عیسی داره بهشون میگه بیاید این یوغ من رو بگیرید. یوغ عیسی چی هستش؟ نظر من اینه که یوغ عیسی اون فیضه، اون فیضی رو که با خودش در واقع آورده بود و پادشاهی خدا بود. وقتی برای چی میگه راحت تر و آسون تره؟ به خاطر اینکه وقتی ما در فیض هستیم، تنها چیزی که از ما انتظار میره ایمان داشتنه و باور کردنه، نه یک سری انجام دادن اعمال مذهبی. پس اگه امروز شما به هر دلیلی تو زندگیت خسته شدی، اینجا عیسی داره دعوت میکنه که میگه بیایید نزد من. این دعوت عیساست، اون موقع اونجا انجام داده، امروز هم دعوتش برای شما هست. اگه امروز خسته هستی، اگه امروز یک بار روی دوشت هست، اگه امروز ناامیدی هست، اگه امروز خودتو تو یک زندان میبینی و خسته میبینی، امروز عیسی داره تو رو دعوت میکنه که بیایی و بسپری بهش و چشمت رو از روی اون چیزهای منفی، از اون چیزهایی که داره تو زندگیت میگذره برداری و بذاری روی اون کاری که عیسی مسیح داره انجام میده و میتونه انجام بده و انجام میده برای تو. و میخوام شما رو دعوت بکنم، اگه شما این ویدیو رو نگاه میکنی و حتی هیچ ایمانی به عیسی مسیح نداری، هیچ باوری نداری، ولی شکست دل هستی، خسته هستی، بار روی دوشت هست، میخوام دعوتت بکنم، چون کلام خدا میگه بیایید بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. میخوام که امتحان کنید، بیایید بسپرید خودتون رو، بگید عیسی مسیح میخوام بیام زیر یوغ تو، میخوام از این بارهای خودم، از این چیزی که برای خودم ساختم یا دنیا برای من ساخته، مشکلاتم، زندگی برای من ساخته، از این بار این خلاصی پیدا بکنم و بیام زیر یوغ تو که فیض هست، که محبت هست، که بخشش هست، که خودت وعده دادی آسایش هست و آرامش هست. پس میخوام الان یک چند لحظه رو با هم دیگه دعا بکنیم، بیایم دوباره خودمون رو بسپاریم و بگیم عیسی مسیح میخوام وارد حضور تو و زیر یوغ تو بشم، میخوام که در زیر فیض تو قرار بگیرم و میخوام که منو از این کارهای مذهبی، از این بار و از این سنگینی که روی دوش من، روی سینه من هست رو برداری و بهم آرامش بدی. میخوام که بیای و من رو تازه بکنی، جان من رو تازه بساز. امروز خودم رو به تو میسپارم، امروز بارهای خودم رو به تو میسپارم و میخوام که منو آزاد بکنی از این سنگینی ها، از این بارها، و به من یک تازگی و یک آرامش جدید بدی. خداوندا میخوام که جلال خودت رو به من نمایان کنی تا آرامش تو رو احساس بکنم. ای روح القدس بیا و من رو لمس کن. خودم رو تسلیم تو میکنم تا آن چیزی که اراده توست انجام بشه و باور دارم که اراده تو برای من نیکوست و خودم رو و زندگیم رو به تو میسپارم در نام عیسی. آمین. و اگه این دعا رو کردید، اگه موافق شدید با این دعا، میخوام تشویقتون بکنم که اون تغییر رو که احساس میکنید، اون چیزی رو که احساس میکنید برای من بفرستید، برای من پیغام بدید. و اگه این ویدیو باعث برکت شما بود، دوست دارم که از شما بشنوم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون و در آرامش و در اون فیضی که عیسی مسیح برای ما مهیا کرده بمونیم، زندگی کنیم و لذت ببریم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.